بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناءا أن عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وانئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقره عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من المتبعين لهم باحسان يا اكرم الاكرمين اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبحمد صفوص سائر بهات بار خوامد متعال انها خالق وانها مالك وانها مدير وانها مدبر تنها مشکل گشا و تنها مشکل تراش تنها سبب ساز و تنها سبب سوز کارها همه و همه تنها در دست توانای قدرت اوست و بس او همه کار است و همه مخلوقات هیچ کاره هیچ کسی را نه امامی نه پیغمبری نه ملائکی نه جنی نه انسی هیچ احدی را در ملک و ملکوت خود شریک نکرده و برای اینکه مردم گرفتار دامگزارانی به نام روحانیان نشوند علی پرست نشوند امام پرست نشوند عیسی پرست نشوند عزیر پرست نشوند قبر پرست نشوند پیر پرست نشوند بشر پرست و مخلوق پرست و صالح پرست و بزرگ پرست نشوند اونها رو تنها به عقل و قدرتشون رها نکرده بلکه پیغمبرانی فرستاده با کتابهای روشن و واضح درود خداوند بر اون پیغمبران راستین باد با از آدم تا خاتم به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان و امام و رهبرشان درود خداوند بر او باد که با تحمل رنج های فراوان گنج آسمانی خداشناسی و توحید را به ما آمو. درود خداوند بر اطرت پاکش بر خانواده پاک دامنش بر اصحاب گران قدرش که به کتابش ایمان آوردند به پیامش چنگ زدند و چنان در این راه جان و مال و زندگی خود را فدا کردند، خداوند اونها را بعد از پیامبر اسلام الگوی همه مؤمنان قرار داد و از همه خواست که بر اونها به نیکویی از اونها به نیکویی یاد کنند و به نیکویی از اونها پیروی کنند نه اینکه مثل شوربختان مدعی تشیع از اونها بدگویی کنند خداوند ما و شما را از پیروان و نیک اصحاب محمد بگرداند و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حجویان و مرسفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نباوی در شهر سخن خداوند جل جلاله و امن رسیدیم به آیه شریفه ششم از سوره مبارکی الحجر. راوتش را بشنمیم بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش

جنیان ساختیم. بیادار دار که پروردگار به جمع ملائک بگفت آشکار که از کهنگل آفرینم بشر گلی کندگرگون بگشت دیگر. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمى مسنون امانه راينه بتحقيق إنسانو أز خشكي أز انسان از گله خوش کی از لایسیا بو گرفته آفرید انسان مشتاق انسان از إنسى از حمدامیه و اصل فطرت میبینیم که مائل به اون با دیگر افراد از همجنس خودش در زندان هایی که سختترین شکنجه ها اینه که شما را تنها میذارند خدا نکرده به زندانی بیشی تکسلولی رفتن در زندان زندان داخل زندانه جمله من سلسال من همه این مسنون این دلالت بری میکنه که خداوند متعال حضرت آدم و علیه و نبی نصرات و سلام از گلولای گندیده ای که مدتی مونده سلسال شده یعنی خشکیده شده از این آفریده از این گلولای گندیده در روح از روح خودش دمیده شده خود انسان در این آیه بخصوص مقصود از انسان حضرت آدم علیه و نبی صلی و سلام برکه اولی انسان اونه از ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایته که حضرت رسول اکرام صلی و سلام فرمودن انا سید و ولد آدم یوم القیامت ولا فخر من سرور فرزندان آدم هستم در روز قیامت و بدون فخر و بیدی لباء الحمد در دست من لوای حمد نه لوای ولایت یه درست کرده ولا فخر بازم فخر نمی کنم و ما من نبی یوم آدم و فمن سواه اله تا هیچ پیانبری نیست در اون روز از آدم و پایین تر از او مگن که زیر پرچم منه چیه همه اینا رو داده زیر پرچم علی گذاشته بدترین خبیسترین راه بر جنگ با اسلام تشیعه وأن أول من تنشق عنه الأرض وأنا ببخشي ولا فخر من أبرين كسي هستم كي الزمين سر بران بكنام بازم بدون فخر إمام الترمزي إن حديث روايات مكنا در كتاب السنان خودش كي درجة شم حسن الصحيحة و اینجا از این حدیث فهمیده میشه که اندر فضیلت پیامبر خدا صلی الله علیه باراترین فضیلت داره بعضی از علما میگن که بعد از او آدم علیه السلام برنکه که در این حدیث اینطوری ذکرش میکنه و بقیه زیر پرچمش آدم آدم نامیده شده بر اینکه از عدیم زمینه عدیم یعنی تراب. از خاک زمین خلق شده و لقد خلقنا الانسان مقصود از انسان در اینجا یک نفره آدم باشه بقیه زوری او هستن سال سال خاک خوش شده خاک گلولایی که خوش شده باشه من همه این مصنون گل بودار، بدبو و ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمى مسنون بعد ذلك خدوان از خلقت این کائنات و این که چطوری اونو محیا کرده حرف زد این کائنات رو کرده تا به استقبال آدم که خداوند خلیفه قرارش میده آماده باشه اینجا شرح میده که چطوری اونو از گلوله آفریده و از روح خودش درش میده. در این سوره که قبلا راجب به وسط زمین امتداد زمین حرف زد که بادها میاد چطوری آب از آسمان نازل میشه چطوری خداوند رزق روزی انسان رو در زمین مقدر کرده چطوری در زمین کوهها قرار داده چطوری همه چیز رو متناسب و موزون قرار داده و آغاز سوره رو تلکه آیات کتاب و قرآن مبین اینها آیات کتاب و قرآن روشنه با سوری شروع کرد که سخن از راهنمای فضائل در فعالیت های انسانی است دوباره از ماده حرف میزنه هم از مهمترین کتابی که در فضیلت حرف زده قرآن و هم از مادیک که انسان زش خر شده و این طبیعیه همچنان که هر کسی که هر دستگاهی که خلق میکنه هر وسیلی که درست میکنه اولا هدف از اون مشخص میکنه بعد یه برنامه میذاره یه کاتالوگ میذاره بر حفظ اون دستگاهی که درست کرده قرآن تا به حفظ انسانی که خداوند درستش کرده خواسته که خلیفهش در زمین که انسان باشه هم اساسیات حفظ مادی خودشو داشته باشه و هم اساسیات حفظ معنوی خودشو حفظ ایمان خودشو و اول از ارزش های معنوی حرف ساده برای که زندگی انسان بدون ارزش های معنوی هیچ ارزشی نداره بلکه شامل دنیا و آخرت میشه ولذا این سخن نشون میده که آدم اولین کسی نیست که شروع آبادانی زمین کرده بلکه قبل از آدم هم مخلوقاتی بودن و امروز اگر با پیشرفت علم اگر دانشمندان دیولوژی با حفریات خود کشف کردند که قبل از انسان پنجاه هزار قرن قبل از انسان آثار زندگی وجود داشته تایید نیست هیچ هیچ با اسلام نداره برکه خداوند نگفت که انسان آدم بشر، اول بشر اولین کسی که زمین رو آباد کرده روی زمین شروع کرده بابدانی برکه خداوند انسان و خلیفه پیشینیان قرار داده یا به قول خلیفه خودش این یشه یوزهب و یاده به خلق جدید و که علی الله عزیز اگه خدا بخواد شما رو میبره یه مخلوقات جدیدی میاره و این برای خداوند سخت نیست یعنی که این نشون دی که مخلوقاتی غیر از ما خلق کرده این وارده قبل از ما و آفرینش آدم در سوراه متعدد ذکر شده وقتی اینها رو در مجموع یه جا قرار میدیم با همه حوادثش اون موقع قصهش داستان ایجاد انسان کاملتر میشه لیکن این کتاب قرآن کتاب تاریخ خلقت بشر نیست کتاب جیولوجیان هم نیست بلکه کتاب ارزش هاست کتاب معنویات از انسان میخواد که معنویات رو در خودش ایمان رو در خودش قوی کنه تا از هر انحرافی در مسون باشه و در سورهای متعدد در سوره بق... بقره سوره اعراف سوره هجر سوره اسراء سوره کف، سوره صاد رجبك خلقت انسان حرف زاد مثلا در سوره بقره فرمود واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجلو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون يقظ بيار و وقتي راك ملائكه خدامت بملائكه گفت که من در زمین خليفه قرار میدم گفتند که آیا در زمین کسی را قرار میدید که فساد بکنه و خونریزی بکنه من شما میبینیم می این حرف درسته این همه خونریزی که انسان میکنه هیچ حیوان درنده این همه خونریزی نمیکنه و نه هنو به حمده کن ما تصبیه هم حمده تو هستیم تقدیس کننده تو هستین خدا من که من میدونم اون چرا که شما نمیدونیم این خانه وقتی گفت خداوند انسان آدم و خلق کرد قبل از اینکه آدم و به زمین بفرسته و موضوع خلقت انسان بخصوص در میان غیر مؤمنان جدل های طویل رو در گرفته و به نتیجه هم نرسیده اونایی که میخواند از قرآن ایراد بگیرند که چطور یه بار میگه انسان از آب خل شده یک بار میگه از خاک خل شده یک بار میگه از خاک اه اه گندیده خل شده پس که فهمیدن این مسئله خیلی آسونه اینا مراحل خلقتشو نشون میده خداوند با آنچه که خل کرده آگاه تر از دیگرانه همچنان که آسمان ها و زمین رو خل کرده و هیچ کسی رو از مخلوقاتش شاهدم نگرفته ما اشتوم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنتم متخذ المدلین عدودا من وقتی که آسمان ها و زمین رو خلق کردم اونها رو شاهد نگرفتم و حتی وقتی خودشون رو خلق کردم اونها رو شاهد نگرفتم من گمراهان رو از کمک خود قرار نمیدم لیکن از رحمت خداوند از حکمت خداوند اینه که در مادیات چیزهایی رو گذاشته که صدق تصدیق کننده اون که در غیبیاته گاهی وقتی می که که همه چیز از آب خلق کرده این راسته بلکه اغلب جسد بشر عنوان مثال از آبه و وقتی که می که از خاک خلق کرده این هم درسته عناصر بدن اناسور خاکیه وقتی خاک مدتی ازش بگذره به آب گلولام مخلوط بشه آب, آب گندیده میشه سال سال میشه و ایده و نفقتو فیه من روعی قوله ساجدی وقتی که اونو درست کردم و از روح خودم درش دمیدم مثلا اینجاست برش سجده کنید این سجده سجده احترامه سجده عبادت نیست تازه سجده عبادت هم باشه این دستور خداست من شما رو به سوی کعبه نماز کعبه رو عبادت نمیکنیم دستور خدا رو اجرا میکنیم خدا رو عبادت میکنیم اینجا در این مورد همه یه امور غیبیه خداوند در من شما شهر میده و و واقعیت زندگی من اینو نشون بده وقتی شما ببینید یه, ش... یه انسان میمیره مردن نقض زندگیه اولین چیزی که ازش خارج میشه روحه در صورت روح که روح آخرین چیزی که بر بدن داخل شده بود در وقت خلقت و وقتی که روح میره بیرون جسم میمونه شبیه دو سه روز که بگذره شبیه خاک میشه آب ازش بخار میشه بعد از اونم خاک میشه برزا مرگ نقض زندگی است لیکن اونجا چطوری خلقت آغاز شده اینجا برعکس شد اول آب بعد خاک بعد خاک گندیده بعد چیزی که مثل کوزه خاک خوش بعد دمیدن روح فی مراحل خلقت اما مرگ درست بر عکسی پس اونایی که غیب گویی میکنند که خورشید قبل از زمین خلق شده و زمین جزئی از خورشید بوده بعد ازش جدا شده این چیزها رو که ندیدن و این چیزها را هم که قابل آزمایش نیست راجع به این کسانی که چون این لغوهایی رو میگن خداوند فراند که من این را شاهد نگرفتم که, که شاهده از آس... قلقت آسمان از زمین شاهد خودشون باشن والجان خلقناه من نار سمو جان بعضی از مفسرین میگن که پدر جن هاست عم شارك ادم عليه السلام ابو البشر ابو الانسه جان ابو الجن والجن خلقناه من قبل لازم المفاسين برين راه جان اسمه ادر جن هاست ابو الجن هاست وخلقناهم من قبل الانسان ونخلقته فالانسان ها رو بعد از جن ها خلق كردي يمشي خليفه بعد زونا و بس قال رب كل الملائكة ته اینه في علم فی الارده خلیفه، ولزا بعضی میگند که این خلیفه یعنی خلیفه پیشینیان، خلیفه جنها و خب اونا پرشتگاه چطور دانستند که این این انسانی که تازه خلق میشه، فسادکار میشه نه قیاس به گذشتگان قیاس به اونه که قبلا بودن جنهایی که قبلا بودن و روز خداوند در جوابشون فرمود که اینی عالمو و مالا تعلمون من میدونم اون چی داره شما نمیدونی و نخلقناه من قبل من نار سموم و ابو یا پدر جن ها رو قبل از انسان ها از آتش بدون دود خلق کردن سموم باد بسیار گرمی رو میگن که همه چیز رو میسوزونه یا آتشی رو که دود نداشته و و عنصر انسان یا عنصر هر چیزی در زندگی اون تأثیر داره مخلوقاتی که از خاک باشند صفات خاکی دارند مخلوقاتی که از آتش باشند صفات آتشین دارن ولذا قوانین جین سبکتر و, و سختتر از قانون انسه چون از آتش خرش شد خداوند در شما می که اینه یراکم هو و قبیله او این او و قبیلاش شما رو می بینن شما اونها رو نیمینین و ولی قانون خلقت جن از اینکه از آتش خلق شده آتش که دود نداره قدرتاش از انسان متفاوته برکه وظیفهش در زندگی از وظیفه انسان متفاوته و اینکه از آتش خلق شده نه افضلیت دلیل بر افضلیت و بر بهتر بودن نیست برکه وظایف متعدده و به دلیل اینکه کسی که علم کتاب داشت انسان بود لیکن از جنها سریعتر حرکت کرد با وجود جنها بسیار سریع در حرکت وقتی سلیمان علیه السلام خواست که کسی عرش بلقیس بیاره حالا یا جنها میدونه که در تسخیر سلیمان بودن آنکه با سلیمان داد ملک و سروری هم مطیع خاتمش کردی دی و پری وبان يا أيها الملا أيكم يأتيني بأرشا قبل يأتوني مسلمين كي أشما ميتون تخت قبل كي تسيم شده بيان إني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفه فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وحتى أون ديد تا اینجا توقف میکنیم شلا که بقیه رو در جلسه بعد ادامه میدیم آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین <applause>